کتاب معلمی است که بدون عصا و تازیانه ما را تربیت می به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام خدمت شما بینندگان ارجمند تلویزیون ملی افغانستان امیدوار هستم صحتمند و سر حال باشید و برنامه چراغ خوش آمدید من ناصر واحدی هستم تا آخرین لحظات در خدمت شما هستم و خداوند متعال سپاسگزار اینکه فرصت داد تا مهمان خانه های شما باشیم عزیزان این هفته هم در رابطه با فرهنگ مطالعه صحبت می کنیم آیا مطالعه کردن چی تاثیرات بر روی ما میگذارد آیا مطالعه با بالا بردن سطح ادبیات ما چقدر است که مهماندار هستیم جناب محترم محب رحمان رحمانی استاد پهنتون با ما هستند جناب استاد سلام و خسته نباشید بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه چراغ ممنونیم منم سلام و دارم ادب دارم محضر شما مجری موفق برنامه و همچنان بینندگان گرامی برنامه چراغ بسیار خرسند هستم از دعوت شما و متشکرم میکنم از دعوت شما تشکر جناب استاد خوش هستیم که کنار ما هستی اولین پرسش استاد از اینجا آغاز میکنیم کتاب چی ربط به زندگی ما داره به نام یاد خداوند بسیار یک سوال معقول هست اگر ما دقیق شویم به این سوال شما و بپردازیم به بخش پاسخ کتاب ربط بسیار مستقیمی در زندگی ما دارد از لحاظ این که کتاب می تواند آگاهی ما را بلند ببرد کتاب می تواند بسیار یک رفیق و دوست صمیمی ما باشد ما به با این سوال شما به یاد جمله ویکتور هوگو افتیدم که میگه شخصی موفق کسی هست که یا میتواند تواند کتاب های خوب را بخواند و یا میتواند که با دوستی که اهل کتاب باشد دوست باشد و امروی آنها در ارتباط باشد پس اگر ما در کل ببینیم ربط کتاب بسیار عمیق هست بالای زندگی ما بله. کتاب میتواند که زندگی ما را دیگرگون بسازد این کتاب هست که سبب همچون تغییرات در زندگی مایان تا امروز نه روز را شده است از دیدگاه شما استاد فرهنگ مطالعه در افغانستان چگونه می متاسفانه برایتون بگویم در امین اواخر یک کمی فرهنگ مطالعه کتاب افت کرده است پایین آمده است که علتش بسیار واضح و آشکار هست و اگر بپردازیم در بخش این که خود ما چقدر مسئول بودیم در این پایین آمدن سطح مطالعه در جامعه خود این است که ما هدف نداریم در زندگی خود جوان ما مسیر زندگی خود را گم کرده است متاسفانه و همچنان دیگر شرایطی هم هست که ناامنی های اواخر بوده است و همچنان فقر و بیکاری بوده از در جامعه ما این عواملی بوده است که توانسته یک تاثیر بسیار وافر را بالای پایین آمدن سطح فرهنگ مطالعه در جای ما شده است استاد دلیل در چی بوده میتونه ما متوجه هستیم که کشورهای بیرون میبینیم بینیم که حتی افرادش در موترها یا در قطارها می باشد مطالعه می البته در افغانستان بیشتر جوان ها چرا مطالعه نمی چون همه می که مطالعه می شخص تغییر بدهد می شخص به قله های بالای دنیا بکشاند به نظر من یک چیز دلیل شده میتونند نداشتن هدف در زندگی هست اگر ما هدفی واضح و آشکار داشته باشیم بعد از آن این کتابها ها هست که میتوند ما رو کمک کنند که ما به طرف همان اهداف خود قدم برداریم ما به پیش بریم اگر ما در زندگی خود هدف داشته باشیم طبعا که ما با مشکلات بزرگی روبرو میشویم این کتاب هست که تمام تجارب اشخاص که در همان مسیر قدم گذاشتن ما را رهنمایی می تا ما بالاخره به با همان اهداف خود را برسانیم. اگر هدفی نباشد ما هیچ وقت با مشکل نمیخوریم و هیچ وقت همون مشکل رو حل کردن نمیتوانیم پس هدف هست که ما را وادار به این میکنند که ما مطالعه کنیم پس به نظر ما یک دلیل شده میتواند که ما از فرهنگ مطالعه و کتاب دور هستیم نداشتن هدف در زندگی هست کدام کارها را بیشتر انجام بدهیم تا این مطالعه بر ما یک عادت شوه و همیشه در یک, در یک روز باید یک ساعت مطالعه کنیم. دقیقاً، دقیقا دقیقا البته در جامعه ما که ما عادت متاسفانه به مطالعه نداریم از قبل نمیتونیم در یک روز مدت یک ساعت رو یعنی متواتر مطالعه کنیم و به مطالعه بپردازیم به نظر من خوب هست که ما از ابتدا شروع بکنیم هرچند که ما قبلا عادت نداشته بوده باشیم فعلا هم میتونیم از ابتدای ابتدا شروع کنیم مثلا روز یک صفحه بخونیم بحب. یا کتاب هایی رو بخونیم که مورد علاقه ما هست کتاب هایی رو بخونیم که بسیار جذاب هست برای ما کتاب هایی رو بخونیم که ما رو میتواند در مسیر زندگی ما کمک بکند کتاب هایی رو بخونیم که مورد ذوق علاقه ما هست در مدت زمان طولانی ما میتونیم حتی دو ساعت سه ساعت عادت مطالعه هم در زندگی خود جگوزین کنیم ولی ابتدا باید از صفر شروع از صفر شروع, کن. شروع کنیم بعض لا. اشخاص و افراد است جناب و استاد ای که مطالعه میکنه کتاب های بسیار سقیله که ادبیات بسیار بالا داره و سبب ای که خسته میشه سبب خسته بودنش همو است ای که کتاب های سقیل مطالعه میکنه ادبیات بالا داره و از او هم کدام مفهوم به خود گرفته نمیتونه کدام اشخاص و افراد و کدام کتاب ها را به کدام سطح شما پیشنهاد میکنین که باید مطالعه بکنن بسیار عالی دقیقا که اگر ما یک کتاب که بسیار با سطح بالا نوشته شده و ادبیات بسیار بالا در کار رفته از در نوشتارش اگر مطالعه بکنم دقیقا که ما نمیفهمیم و علت دومی که ما خسته میشیم از مطالعه کردن روش های نادرست مطالعه کردن هست که ما نمیفهمیم متاسفانه در وسط مطالعه خود وقفه نمیگیریم متواتر ما چند روز مطالعه نکردیم یک روز میم دو ساعت سه ساعت چهار ساعت, ساعت متواتر میگویم که بپردازیم به بخش مطالعه متاسفانه که یک روش بسیار خراب هست ما باید حداقل در فاصله یا در اینتروال 25 دقیقه زمانی حداقل 5 دقیقه وقفه داشته باشیم تفریح بکنیم دور 5 دقیقه چه قسمی تفریح بکنیم بعد مدیتیشن انجام بدهیم آب سرد بخوریم یا آب بنشیم یک مقدار در پیش روی کلکین استاد شویم تا اکسیژن کافی به حجرات مغز ما برسد تا دوباره یعنی ما رفرش شویم همین هست که ما متاسفانه روند و طریقه دقیق مطالعه را نمیفهمیم با وجود که کتاب ساده هم باشد ما جست کرده نمیتونیم و از همون کتاب خسته میشیم پس دو علت بود یکی ما خود ما نمیفهمیم سطح سواد ما سطح ادبیات ما پایین هست که دوای بالا رو مطالعه میکنیم نمیفهمیم دوم روش های درست مطالعه رو نمیفهمیم از او خاطر هست که ما با خستگی مطالعه مواجه میشه مطالعه استاد بر بالا بردن سطح ادبیات چقدر نقش می داشته باشه بسیار نقش مؤثری دارد این مطالعه هست که می تواند سبب بروز ساختن و قوی ساختن ذهنیت و ذخایر لغات ما شود اگر ما یک طفل رو در نظر بگیریم اونها در اوایل خوب صحبت کرده نمی بخاطر به خاطری اونها ف... یعنی لغات در ذهن خود ندارند و یا اگر ما یک فرد دیگر رو در نظر بگیریم که اونها بدون زبان مادری خود به دیگر زبان که مثلا بین باشد صحبت کرده نمیتوند علت اصلیش نداشتن ذخایر لغات در ذهن هست پس وقتی ما مطالعه میکنیم در با مطالعه کردن هر کتاب هر جلد کتاب 50 الی 100 لغات در ذهن ما ذخیره می یعنی خود از دلیل به این شده میتواند که اگر ما مطالعه کنیم ادبیات ما به شکل طبیعی خودش انکشاف کرده می هر روز بروز شده می و با هر روز قوی تر می شود بعض افراد مطالعه میکنه خسته میشه مهم موضوع هم بوده میتونه باید موضوع بسیار دلچسب انتخاب کنه تا یک پیام خوب از او هم بگیره و بر خودش هم دلچسب بوده میتونه و مطالعه به شکل عادت هم در وجودش جایی میگیره و همیشه مطالعه میکنه دخیقا. و بیشتر خانواده ها استاد برای ایجاد مطالعه به فرزندانشان ای که در وجودشان یک عادت شود از کجا آغاز میکنند به نظر من که از ابتدای سفری باید آنها آغاز بکنند مثلا با گفتن بعضی داستانهایی که بسیار جالب و که ارزنده باشد و سازنده باشد برای زندگی شخصیت امون فرد همون کودک داستان های پر محتوا برشون بیان بکند اگر اونها خودشون خوانده نمیتونن کتاب اینها پدر و مادر برشون بیان بکند یا اگر اونها خودشون توانایی خواندن و نوشتن ندارد برای خودشون بعضا کتاب های بسیار ساده از ابتدا نمیشود که ما با سطح بالاتر از اونها آغاز بکنیم از سطح ابتدای صفریش آغاز بکنیم این میتونه در دراز بسیار اثر مرکب مفید برشون ایجاد بکند و آنها را با همین عادت واگذار کند و نه که کتاب های بسیار بالا را برشان انتخاب کنند بسیار دخیقن. بالا باشه دخیقن. و کودکایی که مطالعه می و اصلا از او کتاب هیچ چیز نمیدانند دانند نظر به ظرفیت خودشون و سطح ابتدای خودشون برشان توصیه می شود. زمان استاد چقدر مهم بوده می زمان وقتی که یک شخص مطالعه میکند بعض افراد هست که در اول صبح انرژی خوب می داشته باشه میتونه در اول صبح خوب مطالعه کنه و بعض اشخاص افراد است در از طرف شب یا ساعت نو شب میتانه انرژی کافی داشته باشه مطالعه خوب تر بکند و شما کدام ساعت ها را انتخاب میکنین و پیشنهاد میکنین که باید دو ساعت ها مطالعه شود به نظر من امیز زمانی مطالعه از هر شخص مرتبط هست به خود همون شخص یعنی برای من شاید ام موقع صبح بد از خوب خوب تر بشته موقعت الله برای فرد بعدی مثلا شب خوب تر باشد ولی شب برای خود ما که هیچ فرقی ندارد حتی می که بخوایم راحت از مامروش ولی بعضی افراد دیگر هست که اونها خواب خود بسیار مهم میدونن شب باید راست ساعت ده بخوابن و صبح وقت بالا میشن که یک عادت بسیار خوب هست در زمینه که ما مطالعه میکنیم باید صحت صحت خود را هم در نظر بگیریم که خواب کافی باید داشته باشیم در و ما هم امر این افراد بسیار موافق هستم که یک عادت بسیار خوب دارن بعضی افراد دیگر هست که صبح میخوان بعضی افراد دیگر هست که در وسط روز میخونن یعنی زمان بسیار رول دارد ولی مرتبط هست با خود عادت های خود شخص انرژی با داشته باشه و مطالعه کنه که از مطالعه یک چیز جذب بتونه نشستن چقدر مهم است استاد بعض از آس که به طریقی نادرست میشینن و از مطالعه خسته میشن ای که مطالعه مو باعث میشه که دیگه هیچ مطالعه نکنن نشستن باید به چی گونه باشه و چی رقم باید بشینن نشستن <applause> هم بسیار رول کلیدی را دارد اگر ما مثلا میاری نشینیم بعد در از مدت دیگر حجرات وجودی ما خسته می شود متاسفانه ما را خواب می گیرد و ای خواب خوابم متاسفانه یک دلیل داشته می باشد که کمبود اکسیژن هست که به حجرات مغز ما می رسد و دلیل دیگری که خواب بالای میاد و ما از مطالعه خسته می شویم همین هست که ما میاری نمی یا با چوکیی که داریم یا میزی که داریم میاری نمی یا مثلا خود را دراز می کشیم با وجودی که خسته هستیم موقعی خود رو دراز می کشیم همین قسمی به خواب می رویم. که به نظرم تکنیک های بسیار خاص خود را دارد که ما میتونیم از هر روندی که بخوایم آنها را به دست آورده میتونیم حالت های میاری نشستن برای مطالعه را و بعض افراد است باید زیاد هم خلا خسته کند دقیقه. یک ساعت مطالعه کند مطالعه را باز بگونی بسیار تیز بخوانند آرام بخوانند به کدام شکل بخوانند ای که بیشتر جذب شود در مغزشان و از او حتما یک پیام باید بگیرند ما توصیه میکنم برایشون که آنها بتوانند سرعت افزایش خواندن خود را باید یعنی سرعت در خواندن خود را باید اونها بلند برن به خاطر که ما اونقدر معلومات هست اگر ما بتونیم یک کتاب را مثلا با 5 ساعت یا یک هفته یا مثلا از اونقدر زیادتر به زمان ما صرف بکنیم بالایش دیگر ما نمیتونیم با تمام همه معلومات برسیم اونها را حداقل یک بار مطالعه بکنیم من توصیه میکنم که اونها سرعت خواندن خود را بسیار بالا ببرند چه قسم ما بالا برده میتونیم تکنیک بسیار زیادی هست آن تونه آقای تونی بازان شاید کتاب شما هم دیده باشه در بخش ذهن بسار کار کرده است بازان ها توصیه میکنند که شما با گذر چشم بخونید اگر میخواید که سرعت مطالعتون افزایش پیدا کند با سرعت چشم بخونید و همچنان از خط استفاده کنید روش خطی استفاده کنید یا مثلا قلم رو بگیرید زیر خط یا مثلا اما سابقی در مساجد ما یک چیزی بنامه یک کاغذ میگرفتیم یک نامم بالاش میمانیم نمیفهمم چوب خط میگفتیم به از زیرش خط میکشید اینها سرعت دید چشمی ما رو بسیار افزایش میدهد و ما هیچ وقت لبخانی نکنیم اینها هست و دید چشمی و گذره چشمی هست که میتوند به سرعت خواندن ما و به افزایش سرعت خواندن ما بسیار مهم واقع شود بسیار مؤثر واقع شود بلند کردن صدا چقدر مهم است با صدای سکوت بخوانیم یا ای که ساوند داشته باشیم صدای ما کم بالا باشه به با هیچ عنوان در مطالعه نباید صدای خود را بکشیم به حالت سکوت و همچنان با گذر چشم باید مطالعه بکنیم و حتی در مطالعه کردن کلای ما هم نباید تکان بخورد بخاطر که اینها همگیش انرژی ما رو کم میکند فقط چشم ما بالای همان ورق همون چیزی که هست باید ما فقط چشم خود بالایشون بگیریم اگر صدای خود رو بکشیم صدای ما برای خود انرژی کار دارد که باید انرژی مصرف بکند و زبان ما که مثلا حرکت میکرد اینها هم انرژی کار دارد و ذهن ما هم باید یک مقدار انرژی کافی برش برسد اگر ما همین قسم و در زن برای افرادی که در پهلوی نشسته هستند متاسفانه که برای اونها هم مزایمت میشد ما توصیه میگیم که بسیار خاموشانه مطالعه پیش از مطالعه کدام کارها انجام پیش از مطالعه خوب است که ما اما لوازمی که برای مطالعه لازم هست باید در نظر بگیریم و آنها رو تهیه کنیم قبلا مثلا ورقه یادداشت هست یا کتابچه یادداشت هست کتاب مورد علاقه ما هست و همچنان زمینه سازی یک مکان بسیار مناسبه که بسیار راحت باشه امن باشه و همچنان بعضا که توصیه میکنن که نه بسیار روشن باشد و نه بسیار تاریک این موارد رو در نظر بگیرن بعد از اون بخش آرام, آرام کردن ذهن و فکر یکی از مهمترین بخش در مطالعه هستند پیش از اینکه مطالعه کنیم کدام روش هایی است که ما ذهن خود باید آرام بسازیم ای که فکر ما آرام باشه تا که مطالعه کنیم نظم مطالعه خسته شویم و زمانی که مطالعه هم می کنیم باید مطالعه تمام پیام هایی که در مطالعه است باید در فکر ما جای داده شود دقیقاً اینها برمیگردند دوباره به همون داشتن توجه و تمرکز ما من دو راه را برای شما میکنم کسایی که میخواین تمرکز بسیار عالی داشته باشن از ورقهای های زیست استفاده بکنن مثلا ما موقعی که میخواییم مطالعه بکنیم متاسفانه زمین ناخداغای ما که حالت تعادل بدن ما را حفظ میکند نمیخواید که ما انرژی صرف بکنیم ما میخواهیم که مطالعه بکنیم فکر ما را به دیگه طرف میبرد ما باید با ورق نوتایز نوشته کنیم مثلا ما مطالعه میکنیم فقط از رأس ساعتی مثلا 10 بجه الى 11 بجه باید صرف مطالعه بکنیم اگر در همین انتروال زمانی کدام چیزی به فکر و ذهن ما میاد با ورق نوشته بکنیم مثلا میاد که ورزش کردن امروز نوشته میکنیم که ورزش کردن معکول میکنم برای رأس ساعت یک بجای بعد از وقت اینها هست که ذهن ما رو آرامش میباشد و همچنان تمرین دومی که هست معکوس خانی اعداد هست مثلا ما اعداد را از انتروال به طرف شماره اول می معکوس میخوایم اما با سرعت بسیار زیاد و این ما در فن بیان هم برای شاگردای دانش آموزان فنی بیان هم توصیه میکنیم برای افزایش تمرکزشون این دو راهکاری هست که میتونن بسیار با توجه و تمرکز ما کمک فضا استاد چقدر مهم بوده میتونه فضای باز یا فضای سربسته کدامش اثر بخش بوده میتونه فضا هر کدومش که بتواند ذهن و تمرکز ما رو خوب حفظ بکنند هر فضای در هر فضایی که ما بتونیم ذهنیت خود رو تمرکز خود رو حفظ کنیم به نظر ما بهتر از برای مطالعه بله از دیدگاه شما مهمترین و اثر بخشترین روش های مطالعه کدام هست روش های مطالعه به نظر ما همین است که ما باید اولا مهارت این رو یاد بگیریم که ما سرعت خانش خود را بلند ببریم و همچنان تقویت حافظه خود را یاد داشته باشیم چه قسم حافظه خود را تقویت بکنیم و همچنان زمان بندی در اینتروال های زمانی در مطالعه کردن ما هست من توصیه میکنم برایشان که در اینتروال 25 دقیقه از بالاتر نخونن متاسفانه ذهن ما این توانایی رو ندارد که از 25 دقیقه به بالا هم همان ظرفیت جذب را که در اول داشت در آخر هم داشته باشد دانشمندان تحقیق کردن گراف توجه کسانی که مطالعه میکردن با نظر به گذشته زمان <applause> اینها دیدن که بعد از 25 دقیقه دیگر توجه و تمرکزی کسانی که مطالعه میکردن پایین می دوباره اینها تحقیق کردن دیدن که بعد از 25 دقیقه اگر یک وقفه ای کوتاه ایجاد شود دوباره می به حالت اول خود و همون نرمال به حالت نرمال همان توجه مخاطبین خود را اینها حفظ بکنند پس خوب است که ما در انتروال های 25 دقیقه حداقل 5 دقیقه تفریح را در نظر بگیریم یک شخص باید روزانه و طور نرمال چقدر مطالعه کند فرق میکنند بعضی افراد هست که اهدافی بزرگ دارند بعضی افراد هست که هیچ هدف ندارند ولی در سطح جهانی اگر ما در نظر بگیریم چهل دقیقه مطالعه کردن البته با تمرکز و توجه بسیار عالی میتواند که بسیار مفید برای هر شخص باشد ولی اینتروال دقیق ندارد چون اهداف نظر به اهداف مطالعه کردن افراد فرق میکند. شاید یک فرد باشد که 6 ساعت 7 ساعت شاید یک فرد باشد که 5 هم در روز مطالعه داشته باشد نظر به با اهداف افراد فرق میکند جناب استاد آنهایی که این برنامه را بینند و تصمیم میگیرند که سر از امروز یا سر از امشب مطالعه کنند. آنها باید چند دقیقه مطالعه کنند. کدام کتاب ها را مطالعه کنند؟ من برایشون توصیه میکنم که اینها نباید از سطح بسیار بالا آغاز بکنند. البته افرادی که اگر تازه میخوان خود را به عادت مطالعه در بیارن و در مطالعه خود رو بگنجونن اونها باید از صفر از ابتدا باید آغاز بکنن کتاب های بسیار جذاب را بخونن کتاب های بسیار ساده که بسیار حجم کوچک داشته باشد نباید که کتاب های باشد که حجم بزرگ که 500 صفحه و 600 صفحه اینها شروع کنن حتی با خواندن یک رمان شروع بکنن خود را عادت بدهند با یک داستان بسیار آموزنده خود را عادت بدهن و کتاب هم مختلف هست به نظر من همون قسمی که هر فرد برای در نظر گرفتن حفظ صحت خود غذاهای مختلف رو میخورد صرف میکند به نظر ما هم هر فرد نظر به هدفی که در زندگی خود دارد کتاب های مختلف رو در همان حته مطالعه بکنن بسیار خوبه است بلا اینکه مطالعه میکند کدام کارها رو انجام بدن که خسته نشان؟ فقط میتونن که اینها از مدیتشن استفاده بکنند بعد از اما این زمانی که قبلا هم براتون گفتم 25 دقیقه اینها به با پیش روی یا مثلا کلکین خود استاد شوند یکی از راه های مهم هم هست راه های مهم هست که متاسفانه در, م... در وجود ما 25 فصد اکسیژن رو مغز ما مصرف میکند اگر اکسیژن کافی به مغز ما نرسد سبب خستگی و خواب آلودگی ما میشود اگر اکسیژن کافی برسد و همچنان انرژی کافی که امون گلوکوز هست و بعضی مواد دیگه هست برست ما هیچ وقت خسته نمیشیم ولی باید انتروال زمانی رو در نظر حتما بگیرید از دیدگاه شما دیگر موادای لازم هم وجود داره بله بعضی مواد های که برای مغز تقویه مغز و حافظه ما بسیار کمک میکند مثلا دکتر سایبای روانشناس خوردن نخود و همچنان بعضی میوه های دیگر رو توصیه میکند و نخود رو به خاطر توصیه میکنند که اونها سلفر دارن و حجم بسیار بزرگ مغز ما رو هم سلفر ساخته است از اون باید از میوه های مختلف هم استفاده شود هم خشک هم تر بسیار زیاد تشکر استاد از دیدگاه شما مطالعه را به چند بخش تقسیم میکنید مطالعه از دیدگاه ما به دو بخش هست یکی مطالعه رسمی هست که متاسفانه برش اجباری هم گفته می شود و و دو دوم مطالعه مطالعه غیر رسمی هست یا اختیاری هست که هر فرد خودشون اختیار دارد روش های مطالعه اجباری یا همان رسمی که برمیگردد با کتاب های پهنتون و چپتر های پهنتون و مکاتب و مدارس مکلف هستی که باید دقیقاً مجبور هستیم که اینها رو مطالعه کنیم و نگفته نماند اگر ما مطالعه رسمی رو کمتر از دو ساعت در طول تحصیل خود انجام بدهیم ما از کاروان همون مفکر در مسیر تحصیل خود به عقب میمونیم پس برای محصلینی که اگر برنامه رو میشنون توصیه میکنم که حداقل باید درس های رسمی خود را دو ساعت آنها بخونند باز روش های مطالعه درس های رسمی با غیر رسمی فرق دارد روش های رسمی رو ما باید از فرمول اس کیو آر،, آر آر استفاده بکنیم اس قبل از اینکه ما باید سنف میرویم نزد استاد میرویم قبل از باید خود ما یک سروی بکنیم خود ما یک بخونیم اما چیزی که هست از اول الی آخرش بخونیم بعد از کیمیا باید از خود ما پرسان کنیم جای هایی که نمیفهمیدیم. اگر خود ما هم نفهمیدیم همان را یادداشت بکنیم در صنف از استاد خود بپرسیم از دیگه همسینفان خود بپرسیم بعد از او آر می آر به منای رید هست بعد از او که ما از پهنتون می آیم مکتب می باید با تمرکز بسیار بالا آنها را دقیق و عمیق بخونیم که چی برداشت کردیم امروز استاد برای ما چی گفت برداشت قبلی چی بود و آری بعدی که میاد اونها به معنی هست که باید ما بعضا مرور بکنیم آنها را موضوعاتی که ما یاد گرفتیم امرای خود یک دفعه مرور بکنیم که چی هست مثلا گوشی خود را به بر... ریکارد بمانیم چیزی که برداشت کردیم برداشت خود را مثبت هم منفی ببینیم تشکر دفیر. استاد دفیر. از دیدگاه شما استاد نمایشگاهی که در افغانستان برگزار میشه نمایشگاه کتاب به خصوص در ای اواخر از طرف دولت امارات اسلامی افغانستان نمایشگاه کتاب بیشتر برگزار شده چقدر تاثیر بوده میتونه بسیار تاثیرگذار بوده میتونه به خاطر که اگر ما مثلا قبل از این نمایشگاه ها، های دیگر در نظر بگیریم بسیار تاثیرگذاری وافر در جامعه داشته است پس همچنین نمایشگاه ها بسیار مؤثر واقع می در اجتماع حداقل ما خوشبین به این هستم و بسیار کاری خوب و نیک هم هست که حداقل اگر ما در هفته نمیتونیم در یک ماه باید در جامعه افغانستان در, هر ولایت هم همچون نمایشگاه های کتاب باشد بسیار تاثیر وافری دارد در فرهنگ مطالعه کردن برای نسل آینده ما و نسل جوانی که همکنون در کشور ما سکونت دارد آنهایی که بیشتر مطالعه میکنه آی نویسنده هم میشه استاد کنه. به خاطر اونها نویسنده میشن و مطالعه ربط مستقیم بالای نویسندگی آنها دارد که اینها میتوانند از همون تجارب اشخاص نویسنده قبلی هم یاد بگیرند از نگارشش طرز گرامر استفاده کردنش نقطه گذاریش و تمام موارد آنها یاد میگیرند دقیقا در همون مسیر بعد از آنها بر رد پایان ها اینها هم قدم میگذارند و به همون مسیر میایند تا در آینده یک نویسنده بسیار خوب شد. استاد در دقایق اخیر برنامه هم قرار داریم به عنوان آخرین سوال کتابایی که وارد میشه به افغانستان از دیدگاه شما این چقدر تأثیر گذار است و آیا فرهنگ ما را تغییر میده؟ دقیق نه با خواندن هر کتاب ما میتونیم مسیر زندگی خود را دیگر گون هم تغییر یعنی تغییرات بریم در زندگی خود پس ببینید با هر کتاب مثلا ده تا کتاب اگر در جامعه ما باشد در روش زندگی کردن خوب رو برای ما یاد میدهد اگر صدها جلد کتاب باشد ما میتوانیم با همون صدها روش دیگر هم مسیر زندگی خود رو به پیش ببریم پس اینها تمامش دلیل به این شده میتونند که تمام کتاب ها بالای فرهنگ در اجتماعی ما بسیار تاثیرات واگذار بسیار تشکر استاد از اینکه که در برنامه چراغ تشریف آوردی و دعوت ما را پذیرفتی پیامتا هم میشنوی پیام ما به جوانهایی است که بیاین با اهل کتاب باشیم و با کتابهایی که جدید وارد میشد حداقل یک بار بخونیم هر کتاب ارزش یک بار خواندن را دارد این کتاب هست که مسیر زندگی ما را تغییر میدهد هر چیزی که ما در زندگی خود خواسته باشیم در داخل کتاب هست که ما می توانیم پیدا کنیم و تمام تجارب امون افرادی که اونها تمام تجارب زندگی خود را در یک کتاب نوشته کرده است ما می توانیم با صرف کردن یک ساعت یا دو ساعت تمام تجارب زندگی اونها را یاد بگیریم و کیفیت زندگی خود خودمون را بالا ببریم پس چقدر خوب است که ما عادت بسیار نیکوی مطالعه کردن را در زندگی خود جاگزین کنیم و خود را وابسته به آن بکنیم بسیار تشکر استاد خیر باشین خوش. با امید همکاری همیشه گیتان ان شاء زنده و سلامت باشین اگر خواست خدا دوستان خلاصه کلام من این شد کتاب راستگوترین ترین بی و همیشگیترین گیترین یار هر انسان است پس هر کجایی هستین در روز یک ساعت الا چل دقیقه مطالعه کنید و تغییر را در خود احساس کنید این بود برنامه چراغ که پیشکش حضور شما تقدیم کردیم تا برنامه بعد بدرود